سلام عرض میکنم خدمتون جاهدم در خدمتونیم با اصطلاح یه ویدیوی دیگه و موضوع این ویدیو رو بعد ندونستم که در مورد این صحبت بکنیم که ما یه موقع دنبال آسیب پذیری میگردیم آسیب پذیری رو هم در حقیقت کدش کودش رو پیدا میکنیم و حالا چطور بریم سراغ پیدا کردن اکسپلویتش و اینکه بخوایم حالا اون اکسپلویت رو در حقیقت داشته باشیم و بریم سراغ مودیفای کردن و یا حالا آیا تغییراتی بدهیم یا اینکه کلا مستقیم کد رو اجرا بکن راه های مختلفی داره یعنی تا قبل از اینکه ما برسیم به این نقطه مطمئنا در حقیقت دیتکت آسیب پذیری اتفاق افتاده و حالا بر اساس اون نوع اسکنر و اون نوع هایی که انجام شده سی وی کد یا حالا به اصطلاح اون آسیب‌پذیری مشخص شده که چه نوع اکسپلویت رو میتونه روش جواب بده. تو این مرحله و تو این ویدیو میخوام این رو بگم که حالا ما چطور میتونیم از یه سری امکاناتی که وجود داره استفاده بکنیم در کمترین زمان به اکسپلویت برسیم و اون رو مورد استفاده قرار بدیم. چند تا راه مختلف داره که احتمالا شاید با چند شاید آشنا باشیم ولی خب توی ویدیو کامل من اینجا سعی کردم الان همه موارد رو با هم بررسی بکنیم خب نکته اول نکته اول اینه که ما روی بحث سرچ و پیدا کردن آسیب پذیری چند تا سایت مرجع داریم که اینا سایت هایی هستن که خب خیلی راحت میتونیم روشون کدای اکسپلویتی که برای آسیب پذیری ها پیدا شده و به اصطلاح شده رو پیدا بکنیم و استفاده بکنیم که در یکی از این سایت ها رو اینجا میبینید و حالا اسپلویتوس رو اینجا حالا من مثلا آوردم که میبینید مثلا توی آخرین اکسپلویت هایی که اینجا هم خودش مثلا معرفی کرده چند تا رو اینجا برای ما نشانه گذاری کرده خب بزنین ببینم چرا ما اینا رو نمیتونیم باز کنیم خب بریم حالا فعلا یه چیزی سرچ بکنیم مثلا ام سیوده صفر ده ببینیم مثلا سرچ میکنه این سایت یا کلا پوکیده کار میکرد ولی الان نمیدونم الان چه داستانی دارد بذاریم بیاد ببینیم همین تست اینترنت هم داریم اوکی اینترنت خب داستان چیه را باید پیدا کنیم که بالا نمیاد خب یکیش بالا اومد بالاخره گفتن دیگه نامید شدیم خب حالا نمونه چون فهمم میخوام اینجا خدمتتون نشون بدم همین کفایت میکنه برامون. ببینید مثلا تو بحث اینکه حالا اکسپلویت بکتوری که مثلا روی مطمئنم هم مثلا رو حالا ویندوز داره کار میکنه وین سی و دو نینجا سفای دات سی که مثلا با یک کود سی مثلا اون رو تونستن اکسپلویت بکنن اینجا میاد در حقیقت در مورد اون اکسپلویتی که میتونه اجرا بشه و کار بکنه اینجا برای ما توضیح داده که حالا اینجا بادی که اینجا می‌بینید اکثرا مثلا میاد چیکار میکنه میاد اینجا به صورت کامنت توضیح میده که حالا مراحلش چیه و حالا مثلا خود اون کد آسی پذیری با چه فرمتیه و بعد حالا میاد یک سری راه نمایی ها رو هم اینجا میگه که مثلا اینجا حالا گفته که در حقیقت استبایسته برای اینکه مثلا اون پیو رو شما بتونید همزمان یعنی خودتون با خوندن این داکیومنت همون رو هم تست بکنید و با توجه به اون ساختاری که مثلا گفته شده رو چه ورژن خاصی میتونید اینجا استپ بای استپ روش برید جلو و در حقیقت ببینیم که آیا شما هم نتیجه میگیرین یا نه و در کل یکی از سایت های خوب این سایت هست یه سایت دیگه هم هست پکت استورم در حقیقت این هم یکی از سایت هایی هست که در حقیقت باز ما میتونیم اکسپلویت ها رو اینجا پیدا بکنیم حالا اینجا اگه مثلا بگردیم میبینیم که مثلا در مورد انواع اقسام اینها اینجا ما کد اکسپلویت داریم حالا اینجا دسته بندیش هم کرده و حالا مثلا ما رو همین مایکروسافت آی ای در حقیقت اینجا حالا اینجا مثلا یه نمونهش رو داریم میبینیم با هم دیگه که توضیح میده و بعد از اینجا هم در حقیقت باز میاد و ساختار کد و اکسپلویت خودش رو اینجا کامل به صورت کلیر و ما گذاشتیم خیلی راحت میتونیم این رو هم چکار کنیم کپی کنیم و استفاده بکنیم مثلا زیرو شل مثلا آر در حقیقت یه اکسپلیت از جنس مثلا آر که حالا اینجا مثلا این هم باز میبینیم که با پایتون این اکسپلویت رو نوشته و خیلی راحت میتونیم چکار بکنیم ازش استفاده بکنیم زیادن سایت های دیگه هم زیادن حالا من در حقیقت مثلا چند تا از این خوبا که تا الان خودم سعی کردم روشون یه موقع هایی اگه لازم داشتم سرچ بزنم اینا بود که حالا اینجا خدمتون آوردم یا حالا مثلا سایت والنرز این هم باز به همچنین یکی از سایت های خوبی که هنوا نشد یعنی من اینجا رو موقع زب دیگه هرچی تست کردم دیگه نتونستم اینو بازش بکنم ولی این آدرس رو خودتون هم چک کنید این در حقیقت شودان که حالا معرف حضورتون هم هست که در حقیقت فوکس و کار اصلیش تو بحث دیتا گدرینگ و در حقیقت کشف پذیری های سطح اینترنت رو تمام نوت ها هست که در حقیقت در نوع خودش یک پروژه بسیار عالی و پیشتاز بود اون اوایل گرچه حالا یه خورده واسش چند تا رقیب هم پیدا شده حالا از جنس چینی و چیزای دیگهش ولی در کل اینو خدمتون بگم که این هم این مسیری که اینجا میبینید مسیر خوبیه باز هم اینجا همون دیت هایی که مثل مثلا پکت استورم یا حالا والنرز یا حالا سایت های دیگه داریم باز اینجا شما خیلی راحت میتونید سرچ بکنید و کد رو پیدا بکنید و در حقیقت چیکار بکنید استفاده بکنید این منابع آنلاین ما مثلا اکسپلویت دی بی هم هست و شما میتونید از سایت مثلا اکسپلوی دی بی هم استفاده بکنید و همین اتفاق میفته یعنی عملا خوب اونجا اکسپلوی ها ارسال میشه واسه وریفای میشه پی او ها هست و حالا موارد دیگه ولی در صورت غیر از اون ما اگر بخوایم سایت ها رو بذاریم کنار و حالا ببینیم که ما رو خود سیستم عاملمون مخصوصا حالا سیستم عامل پایمون که حالا داریم روی کالی صحبت میکنیم آیا ما اینجا هم میتونیم چیزی رو رو مثلا شل خودمون همینجا سرچ بکنیم و خیلی سریعتر باشه و دیگه من این محیط یو آی رو هی دنبالش و تو اون پروسو فرایند نیفتم که بخوام چیزی رو سرچ کنم یه دیتابیسی باشه من خیلی سریع بتونم بهش وزشم کوئریم رو بزنم با توجه به اون وندور با توجه به اون سی وی کود در یه جوابی بگیرم ورژنی که مثلا دنبالشم پیدا بکنم و سری برم سراغ بحث مثلا مرحله بعدش که مثلا کار روی حوزه مثلا اکسپلویت ابزاری داریم اینجا در حقیقت به اسم سرچ اسپلویت که در حقیقت این همین کار رو میکنه سرچ اسپلویت یک دیتابیسی داره که حالا با هر دفعه آپدیت کردنش این میاد در حقیقت چکار میکنه این دیتابیس اکسپلویت ای هایی که تا الان دیتکت شده و موجود واسهش رو یک جا ذخیره میکنه و من حالا موقعی که بهشون احتیاج دارم خیلی راحت و سریع میتونم چیکار بکنم میتونم روی اون کوئری بزنم و انواع اقسام کارها رو بکنم که الان اینجا با هم میبینیم به صورت مثال مثلا من در مورد مثلا میگم بذارید مثلا بگم لینوکس کرنل سرچ میکنم ببینم در مورد این چیزی داره خب اینجا نگاه میکنم میبینم بله در در مورد کرنل لینوکس اه حالا روی ورژن های خاصی اکسپلویت های هم وجود داره و اینجا مثلا میبینیم اکثرش مثلا یه سری با زبان پایتون هست یه سری با زبان مثلا سی هست مثلا روبی داره اینجا و یه سرچ هم حالا مثلا به صورت تکسه که حالا بعد مثلا داخلش رو میخونیم و راهنمایی میکنه که ما این رو به چه صورت باید استفاده بکنیم و ارزم به حضورتون که میبینید دیگه انواع اقسام از هر جنسی که دلمون بخواد اینجا در قد ریخته و یه جوری من کیورد خودم رو کرنل لینوکس اعلام کردم و حالا دنبال اکسپلویت های مختص اونم که حالا اینجا میبینیم که بر اساس ورژن های مختلف اینجا به من چی داد دیتا رو داد خب آیا فقط همین کار میکنه نه خب من بعد از این مرحله استپ اول میتونم یه قدم برم جلوتر خب بعد از اینکه من ورژن و اون کدی که دنبالش هستم برای اکسپلویت رو پیدا کردم روی این جدولی که هست و خیلی راحت میتونم یه کاری انجام بدم و بیام و در حقیقت همین کدی که اینجا داره اشاره میکنه به اصطلاحاً اکسپلویت من و اون رو در این مسیر ذخیره کرده میتونم اون رو بیام فعلا یه ریویو بکنم بریم ببینیم یعنی من اگه بخوام همین کار رو بکنم میام با در حقیقت دشه ایکس و کدی که اینجا دارم سی و وارد در حقیقت وی آی میشم یعنی کد اکسپلویتی که الان من اون کد رو داشتم اینجا میدیدم رو با وی آی داخل ترمینال باز میکنه و من حالا چیکار میتونم بکنم میتونم بیام خط به خط کد رو چیکار بکنم یک ریویو بکنم و یه نگاه بهش بندازم یا مثلا یه دونه دیگر رو ببینیم حالا یه ذره خواهم باشه که مثلا سی 89 مثلا طولانی تر باشه که ببینیم مثلا چند خط هم میتونم برم پایین ببینید خیلی راحت میتونم در با همین اروکیا و فلش های بالا پایین بیام و در حقیقت کد رو مورد آنالیز و بررسی اولیه خودم قرار بدم که حالا آیا واقعا مثلا اون چیزی که دنبالش هستم روی این ساختار اکسپلویت میتونه پیاده سازی بشه یا نه بعد اینجا وارد قسمت اصلی مثلا کد سی خودم میشم و اینجا حالا شروع میکنه به تعریف و حالا مواردی که اینجا به عنوان مثلا شل کد براش در نظر گرفته که حالا خب اینا دیگه مباحث خودشه پس خیلی راحت فعلا من تونستم با یک سرچ ساده در مورد کیوردی که مثلا در مورد کرنل لینوکس بود و دنبال اکسپلویت های اون میگشتم از طریق سرچ اکسپلویت خیلی سریع پیدا بکنم لیست اون رو بعد با توجه به اون ورژنی که مثلا دنبالش هستم ورژن کرنلی که مثلا لینوکسی که تارگت من هست اون اکسپلویت رو پیدا کردم و کدی که در حقیقت براش حالا ذخیره شده تو دیتابیس رو چکار کردم با دش ایکس وارد کردم و تونستم با ابزار وی آی تو همون ترمینال خیلی سریع کد ریویو بکنم و اکسپلویت خودم رو ببینم با کلید کیو هم که بزنم از این محیط خارج میشم و برمیگردم توی این قسمت خب به غیر از این من الان در مسیر در حقیقت دسکتاپ خودم هستم یعنی الان توی مسیری که هستم که الان روی دسکتاپ خودم هست شل من اینجا الان خب من اگه با دش ایکس در حقیقت دوباره این کد رو فراخانی بکنم ببینیم چه اتفاقی میافته ببخش از میکنم دش ام دش ایکس رو که گفتم بهتون دش ام در حقیقت چیزی که این بالا الان میبینیم اتفاق افتاد کد سی اون رو چکار کرده الان کد سی اون رو برای من دانلود کرد و قرارش داد به اصطلاح پیستش کرد تو مسیر کارنت دایرکتوری که الان من در ترمینالم هم هستم من تو مسیر دسکتاپ هستم پس اون کد رو آورد کجا در حقیقت اینجا برای من قرار داد و حالا من دیگه میتونم مجدد دوباره اون ساختار کد اکسپلویتر خودم رو چکار بکنم اینجا داشته باشم و عملا با هر آیدی که هست اگه بخوام اون رو ویرایش بکنم و دیگه حالا بعد ببرمش برای اجرا و پروسه های بعدیش پس خیلی راحت میبینیم که سرچ اسپلوید میتونه تو خیلی مواقعی که ما خیلی سریع و خیلی جمع جور میخوایم اکسپلوید رو پیدا بکنیم و بریم سراغش میتونه خیلی بهمون به کمک بکنه البته خب ابزارهای دیگه هم هست یعنی حالا چه ابزار چه وبسایت هایی که هست خب خیلی کمک میکنه ولی در حقیقت از نوع شل و حالا به نوع ترمینالیش یه خورده سرعت کار ما رو بالا میبره و تمرکز اون عمدتا مستقیم روی خود کار هست و دیگه خیلی درگیر این نمیشیم که حالا کجای این سایت من باید دنبال سرچ اکسپلویت بگردم و حالا موارد بعدیش خب ارزم به حضورتون یک کار جالبی که در حقیقت سرچ اسپلویت باز هم میکنه که دوستانم این رو هم خدمتون بگم که این هم یه تریک خیلی جالبیه که بد نیست ما توی ویدیو قبلی خاطرتون باشه تو دو سه تا ویدیو در مورد انمپ که کار اسکن رو انجام میداد و کارهای اضافه هم میکرد صحبت کرد که یکی از کارهای اضافه ترش عملا یه جورایی اسکن و دیتکت آسیپذیری هایی بود که براش یک سی وی ای ثبت شد و داخلی راحت میشد اون آسی پذیری رو چک کرد با یه اسکریپتی و اون اسکریپت به صورت بیلتین داخل مسیر اسکریپت های مپ هست که حالا اگه خواستین یه مروری بکنین میتونید به اون ویدیو مراجعه بکنین که ضبط کردیم و اونجا ببینید که ما اونجا تمام اسکریپت ها وجود داره و میتونیم اونجا فراخوانیش بکنیم ولی حالا موضوع چیه؟ موضوع اینه که ما میتونیم از تلفیق سرچ اسپلویت و این مپ هم استفاده بکنیم چجوری؟ من یه اسکن انجام میدم و به اصطلاح اسکن آسیب پذیری انجام میدم با این مپ روی یه از وی هایی که حالا مت اسپلویتبل مثلا دوه که مثلا یه لیست آسیب پذیری داره و حالا باز اینکه فقط به صورت لابراتوار فقط ببینید که به چه صورت هست من روی این با این مپ یه چیز انجام میدم بذارین همین که دارم میگم پس خود دیگه انجامش بدم که دیگه وقت اون از دست ندیم عرضم با حضورتون که میام بهش میگم که دش وی و دش, دش دش سکریپت رو بهش بگیم که مثلا من یه اسکریپت خاص رو بهش بگم و همون جور هم که مثلا اینجا الان مشاهده میکنید در حقیقت آی پی وی که من دارم اینجا چه 2 138 172 162 138 خب من الان دارم یه اسکن آسی پذیری می منتها باید یه کاری دیگه هم بکنم این که خروجی اون رو در حقیقت با فایل اکس میگیرم تا بعد ببینیم که میخوایم باهاش چیکار بکنیم وال مثلا داد xml اوکی okay. خب من اینو بزنم حالا با گذاشتم نوع سریش که حالا خیلی سریع جمع جورش کنه خیلی طول نده چون عمدتا وقتی که میره تو فاز در چک کردن اسکریپت ها خب یه ذره زمان میبره و بیلتین خودش یه ترشولد خاصی داره حالا برای اینکه ما یه خورده زمان رو سریع بکنیم و توی ویدیو خیلی حوصله سر بر نباشه من سریعش کردم که حالا فعلا سریع برسیم به اون قسمت تا اینکه در حقیقت موضوع اصلی رو بگیم بزن کارشو بکنه الان میبینی که مثلا الان داره میره سراغ مثلا اون اسکریپت که میتونه مثلا در مورد فایروال سری اطلاعات به دست بیاره همینجوری به ترتیب حالا یکی یکی روشون داره کار میکنه این پورتال هم خیلی سری پیدا کرد بری جلو تا اینکه حالا ببینیم که چیکار میکنه تا این داره کارشو میکنه اینجا تو ذهنتون داشته باشین یه نکته بگم بغیر از تمام این کارهایی که الان صحبت کردیم یه جور دیگه من میتونم دنبال اکسپلویت های خودم بگردم که احتمالا خودتونم الان حد زدید که چیه و اونم استفاده از فریمورک متاسپلویته که در حقیقت اگه ما بریم اینجا توی کنسول متاسپلویت خودمون وارد شیم من میتونم اینجا خیلی راحت کار سرچ اکسپلویت رو انجام بدم یعنی با عبارت کلیدی سرچ میتونم در حقیقت انواع اقسام اکسپلویت هایی که مرتبط میشن به این کیوردی که اینجا اسم میبرم و اعلام میکنم میره سراغ اون و کار میکنه. مثلا SMP. ببینید. انواع اقسام اکسپلویت هایی که حالا مثلا برای بی وجود داره رو خودش مشخص میکنه و اینجا به من نشون میده. حالا به غیر از این حالت ساده سرچ من یه کار دیگه هم میتونم بکنم. میتونم یا بهش بگم پلتفرمت پلتفرم رو بذار مثلا چی؟ بذار ویندوز و پورت اکسپلویتی که براش پیدا کردی رو پورت مثلا من 445 دنبالشم در حقیقت میبینیم که با این کاری که انجام میدیم خیلی میتونیم دایره و زاویه پیدا کردن اکسپلویت خودمون رو بسته تر و دقیق تر بکنیم یعنی بیام از یک عبارتی استفاده بکنم و در عین حال بگم که مثلا اکسپلویتی که برای پورت SMB اکسپلویتی که برای پورت SSH هست اکسپلویتی که برای تلنت هست و تمام این موارد. یعنی خیلی ساده پس من میتونم تمام این پارامتر رو چکار بکنم به این صورت اضافه بکنم و اینجا سرچ خودم رو انجام بدم و بعد میرم دیگه تو مرحله استفاده کردن از اون اکسپلویت توی متاسپلویت و در حقیقت موارد خودش که حالا تو جای خودش اشاره حتما میشه یه صحبت کلی فکر کنم توی یه ویدیویی هم در مورد یه اینترودکشن در مورد متاسپلویت خیلی جمع و جور و کلی انجام دادم اونجا یه اشاره کلی بهش کردم حالا میتونید به اون یه نگاهی بکنیم ولی خب در ادامه سعی کنم یه چند تا هم ویدیو در مورد اه در حقیقت استفاده مستقیم و کار با خود متاسپلویت رو اونجا خدمتتون بگم عرضم بزرگتون که برگردیم اینجا ببینیم این داره چی کار میکنه خب 99 86 فعلا داره میره جلو تا بذارین یه ذره بره جلوتر تا ببینیم که وسپ به کجا میرسه این تموم بشه تموم بشه تا بریم سراغ اینکه که حالا من ببینم که مثلا الان من خروجی که XML دارم از Nmap میگیرم و داره در حقیقت یک دیتکت آسیب پذیری انجام میده رو حالا چطور میتونم ازش استفاده بکنم و بیارم تلفیقش بکنم در Nmap یعنی از Nmap بیارمش توی سرچ Exploit بذارین فعلا این کار خودشو بکنه یه ذره مجبوریم که صبر بکنیم با اینکه من تازه گذاشتم می خورده سریع این کار رو انجام بده فعلا بذارید یه ذره بگذره و اینکه ببینم ویدیو چطوره خب یه نگاهی هم بندازیم ببینیم که این شودان چی شد آها الان اومد خب خوب شد خب ببینید من اینجا الان میتونم خیلی راحت کار بکنم الان میتونم اینجا سرچ بکنم و در حقیقت میتونم بیام اینجا و اکسپلویت خودم رو پیدا بکنم من حالا مثلا لاگین هستم باید قاعدتا لازم داره که شما یه اکانت خیلی فری هم بسازین اینجا و استفاده بکنید برای اینکه بیاین تو این قسمت کوئری بزنین معمولا مثلا تو همین قسمت های شدان. اینجوری که حداقلش اینه که شما یه اکانت پایه بسازید و بسید اون اکانت پایه بهتون اجازه میده مثلا یه ذره سرچ انجام بدین تا یه چند صفحه بهتون نشون میده مثلا اینجا اگه بگم SMB ببینیم که چه کار میکنه عادتا سرچ میکنه و حالا مثلا اکسپلویت هایی که براش وجود داره و یه سری چیز میزه دیگر هم میاره اینجا به ما نشون میده ببینید مثلا اینجا میاد در مورد این صحبت میکنه که مثلا بندی هایی که داره مثلا میاد در مورد پلتفرم هاش رو صحبت میکنه که مثلا میگه من اینها رو دارم یا تایپ هایی که دارم مثلا حالا اون آتورش مثلا جاد کننده مثلا کی بودن اینجا یا اینکه مثلا از سورس اونها میتونیم بیایم صحبت بکنیم این هم خیلی خوبه یعنی در حقیقت میتونیم از این هم به عنوان یک منبع خوب استفاده بکنیم که در حقیقت میبینید اینجا میاره خیلی سریع لینکمون مون میکنه تو همون اکسپلوی دی بی که مثلا اینجا تو همون صحبت ها اول بهتون گفتم که مثلا میشه از حتی از اکسپلوی دی بی هم استفاده کرد ولی خب دیگه در حقیقت یه حقیق پلتفرم متمرکزه که من این رو پیدا میکنم بعد حالا که پیدا شد یا میدید مثلا لینک هم میکنه به اون یکی همین سایت هایی که در حقیقت رفتیم مثلا والنرز یا مثلا پکت استور تمام اینها منو لینک میکنم مثلا به یکی از اینها و در حقیقت خیلی سریع میتونم به نتیجه ای که دنبالش هستم برسم مثل اینجا که مثلا خب دیگه سورس کد اکسپلویت رو اینجا گذاشته و میتونم وردارم و کارشو انجام بدم پس این هم هست این هم از این و اینکه دیگه چیز خاصی اینجا من ندارم تا برسیم سر این انمپ این و اینم بذاریم تموم بشه چون نمیخوام قطعش بکنم مجبور میه ذره صبر بکنیم تا اینم اسکنش تموم بشه بعد بریم سراغ تیکه آخر که من حالا خدمتون بگم که چطور ما میتونیم خروجی انمپ رو ببریم تو دل سرچ اسپلویت خیلی ساده و اینکه اصلا چرا داریم این رو میبریم داخل سرچ اسپلویت بذارین همین الان بگم تا وقتمونم درست مدیریت شه برای این این کار میکنم که ببینین انمپ مپ که آسیب رو پیدا میکنه مثلا میگه الان روی این پورت شما روی این سرویس آسیب پذیری با این کد سی وی دارید دیتکت میشه ولی در حقیقت حالا من میام با این زبان مشترکی که اینجا وجود داره بهش میگم که بیاد تمام سیوی کود هایی که انمپ پیدا کرده به عنوان آسی پذیری حالا سرچ اسپلویت بره اکسپلویت هاشم پیدا کنه به من اکسپلویت های اونو خروجی بده یعنی در حقیقت من تو دو مرحله کار خودم رو فیلتر میکنم و خیلی سریع انجامش میدم دیگه لازم نیست من خط به خط انمپ رو ریزالت اون رو بخونم و ببینم که الان مثلا برای این سرویس گفته که چه سیوی کدی وجود داره آسیب پذیری چه و بعد حالا برم دوباره دستی دنبال چه جای دیگه بگردم و حالا آیا اون پیدا بکنم تو اون سایت یا نه خیلی سریع اینجا میتونم در حقیقت با این دوتا تریک زدن کار خودم رو جلو بندازم و خیلی مهمه مخصوصا توی چلنج ها و توی حتی مثلا سی هایی که وجود داره که خیلی موقع ها زمان خیلی به دادمون میرسه و کمک میکنه میتونه خیلی موثر باشه میتونه خیلی مفید باشه حتی برای رتیم ها که دارن این کار میکنن میخوان تو بازی زمانی خیلی سریع در حقیقت این کار بکنن و سویچ بکنن رو اکسپلویت میتونه خیلی کمک بکنه یعنی عملا دیگه خیلی فرآیند زمان اینجا دست پای ما رو نمیگیره خب بذارید یه بگذره چیکارش مجبورم وایسم دیگه مجبوریم وایسیم تا اینم یه ذرهش تموم بشه گیریم گیر اینیم تا ببینیم که به کجا میرسه خواستم ویدیو رو پاوزش کنم دیگه گفتم ولش کن دیگه حالا اگه یه ذره طولانی شه مجبورم پاوزش کنم تا این کارش تموم شه ولی خب بذارین یه خورده دیگه واسیم به حضورتون که بذارید چون که از ظاهرش پیش میره سر سازگاری نداره ما بذارید نداره تا این تموم بشه رو فکر کنم پاوزش کنم راحت تریم بذارید پاوزش کنم پاوزش میکنم به محض اینکه اومد من دیگه چیز میکنم به محض اینکه اومد من دیگه همونجور دوباره مجدد ادامهش میرم فعلا من اینو پاس کنم خب عرضم بزرگ همین الان بالاخره تموم شد چون بالا اصلا دیست خنده دار یعنی یه عالمه مار سرکار گذاشت آره نگاه کنین یعنی مثلا همین جوری یعنی الان تایم حالا دستگاه من نمیبینید شما احتمالا پشت وب کمه یعنی شما 99 نگاه بکنی ببینید ما چند دقیقه اینجا فقط نشستیم سر اینکه تا همین چند دقیقه زیادی ما اینجا نشستیم تا این کار شو حالا خلاصه همین الان تمام شد دیگه من هیچ کاری نکردم الان اینجا میبینید که این XML رو خروجیه در حقیقت همین این مپ هست که داره میده خب اوکیه ارزم به حضورتون که حالا خب میخوایم چیکار بکنیم حالا این همه وقت وایستادیم و این داستان ها برم رو این کتاب بذارید یا لحظه خب بدش کنیم خب ارزم به حضورتون که گفتم میخوایم بریم سراغ سرچ اسپلویت و به اصطلاح رو سرچ اسپلویت ببینیم که چطور ما خروجی این مپ رو که در حدی اسکناسی پذیری انجام داده و دیتک کرده رو من واردش بکنم روی اینجا ببینید الان خروجی یعنی من خروجیش مثلا بخوام با چه میدونم مثلا با این ابزارهای همینجوری ببینم همین همینه که اینجاست دیگه ایان و خیلی هم مشخص میدین خروجی که به من داده XML و اینجوری خب من همینجوری که با این کاریش ندارم میام اینجا و بهش میگم دش دش مپ و اون فایل خودم که وال XML هست چیزی که اینجاست رو من چیکار میکنم بهش میدم و بذارین یه ذره سفر رو یه خورده اینجوری کنم که بیشتر ببینیم میبینید هم شروع کرده داره سریع اونو خط به خط میخونه و تطابق میده بهش و میبینید که مثلا بیام بالا بیام بالا مثلا نه حالا هر جا که شد توضیح شد مثلا اینجا رو نگاه بکنین میاد در مورد تلنت مثلا خب تلنت روی این باز و آسیب پذیری داره خب میاد اینجا شروع میکنه با تجربه اون آسیب پذیری که روی اون پیدا کرده حالا میاد میگه که در حال حاضر این اکسپلویت ها چی برای تلنت روی این میتونه کار بکنه بهت جواب بده یا مثلا روی SSH حالا مثلا خب میگه SSH بازه و حالا در حال درقل میتونی روی این اکسپلویت ها چکار بکنی روی این کار بکنی و اینا رو روش انجام میدی و مثلا VSFTP مثلا این هم باز به همین صورت. این تعداد رو مثلا چکار کرده؟ پیدا کرده. میبینید پس خیلی کار من رو سریع میکنه و خیلی میتونه به هم کمک بکنه در اینکه من خیلی سریع بتونم به اسطلاح رو پیدا بکنم. مثلا اینجا SMTP و حالا دیگه هر چی که باشه دیگه حالا دیگه نوش جونش هر چی بود اینجا اکسپلیت رو میده مثلا در مورد اکسپلیت آپاچی و میگه مثلا روی این اکسپلویت های آپاچی که اونجا دیتک کرده و سی وی ای دیده اینا اکسپلویت هاشه و میتونی اینا رو چکار بکنی استفاده بکنی دیگه حالا همشون دیگه همچون مثلا وی سی دیگه, و حالا مثلا هر چیزی که دیگه دار خب ارزم به حضورتون که این هم از این. یعنی من سعی کردم توی این ویدیو یه نگاهی بکنیم به اینکه چطور ما با به اینکه بعد از مرحله اسکن و پیدا کردن آسیب پذیری الان من چطور میتونم خیلی سریع و راحت برسم به کودهای اکسپلویت که احتمالا شما هم شاید به این نتیجه برسیم که خب مطمئنا با سرچ اکسپلویت رو ترمینال خیلی راحت تر میرسیم ولی خب به هر دلیلی شاید ما یه موقعی دسترسی به این در این نوع تولز ترمینالی نداشته باشیم ولی خب باز دیدیم که مثلا روی حالت مثل وب آنلاین میتونه حداقل کار ما رو رابندازه این هم از این امیدوارم که تو این ویدیو اطلاعاتی که خدمتتون داده شد مفید واقع بشه فعلا تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار